یاورم یاورم یاورم. پسرشان را مثل یک قهرمان دفن کردند. آنها او را شهید می‌خوانند. اما از چشم خیلی از مردم ترکیه، کورتولوشکایا نه یک قهرمان که خائن است. او از سربازانی است که در کودتای نافرجام شرکت داشت. اما پدرش میگوید کورتولوش که در کافه آکادمی نظامی کار میکرد، تنها یک سرباز نظام وظیفه بود که فقط 12 روز به پایان خدمتش مانده بود و نمیدانسته که این یک کودتاست. فتو ندر، خوجا ندر، دربه ندر، بیلمز چجور. پسر من نمیدونست فتولا گلن اصلا کی هست. او هیچی درباره کودتا نمیدونست. دوستاش گفتن اونا رو شب بیدار کردند و گفتند که برای عملیاتی به پل بغاز برند. فرمانده ها پسر من رو با دست خودشون به کام مرگ فرستادند. این لحظه است که سربازان بر روی پل استانبول تسلیم شدند. این ویدئو کمی بعد از آن ضبط شده. تصویری از آخرین لحظات کورتولوش. صدایی در پشت زمینه میگوید نزنین، نزنین، اون مرده. بچه‌م رو اونقدر زدن تا کشتندش. سر تا پاش پر از خون بود، درست مثل برهی که سرش رو بریده باشن. 265 نفر اون شب در ترکیه کشته شدند. خیلی هاشون بر بالای همین پل وقتی که سربازها به سمت مردم شلیک کردند. حالا اسم این پل رو به اومبشتموز چهیدلر کپروسو تغییر دادن، یعنی پل شهدای 15 جولای. اما این اسم شامل حال سربازانی که اون شب جان خودشون رو از دست دادن نمیشه. خیلی ها اونها رو خائن میدونن. در تمام تجمعات بعد از آن روز هم همه چیز درباره دلاوری و فداکاری های آنهایی بوده که در برابر کودتاچی ها ایستادند. خیلی ها در این میادین برای عوامل کودتا اعدام می‌خواستند. این اما خواسته خانواده کورتولوش هم هست. ما از اون روز 1000 بار مردیم. از اون روز یه بند گریه کردم. این درد ما رو خواهد کشت. درون من می‌سوزه. انشالله اونا هم بسوزن. بچه من به بهشت رفت و مزار داره. امیدوارم اونا قبرم نداشته باشن. به نظر من اونایی که این کار رو کردن باید اعدام بشن. این تنها خواسته منه. اینطوری حداقل آروم میگیرم. با اینکه کودتا شکست خورد، جامعه ترکیه احتمالاً نیاز به زمان زیادی برای ترمیم ترک‌هایی خواهد داشت که در پی آن برداشته. اما زخمی که این واقعه بر دل بعضی مثل این خانواده زده، شاید هرگز ترمیم نشود. نفیسه کوهنورد، BBC، روستای گرم آنکارا.